یعنی عملی کنه. تمام کره زمین در تمام ملل جهان خلقی که اراده کرده که آزاد و خوشبخت و مرفه زیست کند، بدون انقلاب، بدون از خودگذری، بدون قیام انقلابی امکان پذیر نبوده است. در هر نقطه جهان که به مرحله از رشد و تکامل خود رسیده اند، برای نجات نه تنها خلقی که زنده هستند، بلکه برای سعادت و خوشبختی و آزادی واقعی انسان زحمت کش، انقلاب ها صورت گرفته برای خوشبختی فرزندان آینده آن کشور. امر طبیعی است. امروز ما زنده هستیم، مسئولیتهای در برابر خلق و وطن داریم. یک نسل می آید، یک نسل می رود. ما هم در برابر نسل موجود مسئولیت داریم، هم در برابر نسل آینده ای که در خانواده های ما تولد یافته اند، هم مسئولیت داریم. یعنی در برابر فرزندان خود، پدران قربانی میدن برای سعادت و خوشبختی خانواده و فرزندان خود. در این صورت است که میتوان یک وطن آباد و شگوفان و مرفع و مترقی را ایجاد کرد. در این صورت است که آن خلق میتواند با سر بلند و با غرور و افتخار بگوید که این وطن شکوفان، این وطن ترقی، وطن من است، وطن فرزندان من است. در این کشوری که وطن ما زیست میکنیم، ما از خود فرائض داریم، مسئولیت داریم. حزب این مسئولیت را درک کرد، انقلاب کرد، دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان ایجاد شد. تمام نظام ستمگر و استثمارگر را، نظام ظالم سلطنتی و حکومتی و اشرافی را از میان برداشت. اصل تساوی و حقوق تمام هموطنان را اعلام داشت. لیکن آیا آن دشمنان دیروز که مردم را می چاپیدن، بهره کشی و استثمار می کردن، خون آن را می مکیدن، آنها را تحت ظلم و ستم قرار می دادن، یعنی توده‌های عظیم دهقانی و کارگران و زحمت کشان، آیا اون دشمنان آرام می نشینند؟ در جهان مدافعین دارن؟ بله، هم دشمنان داخلی انقلاب، هم دشمنان بین المللی انقلاب. یک جبهه نامقدس ضد انقلاب، ضد وطن واحد من افغانستان، ضد خلق ما، ضد ملت ها و اقوام و قبائل ما، ضد اتحاد و برادری ما، ضد ترقی و پیشرفت و دموکراسی و آزادی ما، اینا یک جبهه سیاره تشکیل دادن و
توحید جان در هر کشور هم اینطور بوده است و همچنین اکنون اگر شما برای دیوها شنیده باشیم در هر جایی که مردم قیام کرده برای آزادی و سعادت خود هم فلیز به امریکا نام ریگه نشنیده باشیم و کشورهای هم جوار مرتجع و ظالم و ستمگر و نظامیگر در اطراف کشورها متحد شدن با ضد انقلابیون با آدم کشان قتال طریقان از جیران مزدور اینا موانع را در برابر پیشرفت و ترقی ایجاد کرد. آیا می خواهیم غلام و برده ارتجاع بین المللی ارتجاع داخلی ضد انقلاب داخلی ضد انقلاب خارجی نظامیگران مرتجع ستمگر پاکستانی معافل مرتجع ایرانی توسط طلبان چینی باشیم یا میخواین آزاد باشیم؟ این سوال رو باید جواب بدیم. میخواین آزاد باشیم یا برده؟ آیا آزادی مفت به دست می آید؟ باید بگویم آن یا نه؟ نه. باید درای آزادی مبارزه کرد و قربانی داد و تحمل و حوصله قربانی را داشت. اگر می خواهیم یک خلق زنده و پر افتخار درف شما و بیرق ما در جهان در اعتزاز باشد، اگر می خواهیم یک کشور مستقل و آزاد باشیم، پس ما در یک مرحله شکیب و تعمل و حوصله و قربانی قرار داریم تا که ضد انقلاب محو نشود، تا که امنیت و صلح در کشور تامین نگردد. هیچگاه حق خوشبختی و سعادت را ندارد. شخصا من هیچ حق ندارم که احساس کنم که خوشبخت و سعادتمند هستم تا که همه شما خوشبخت و سعادتمند نباشید. مرجع خاص نازل نمی شود.
دولت از خود